درود بر شما. به قسمت 13 تاریخ ایران و بابل رسیدیم. در قسمت قبل شنیدیم که گرچه بعد از مرگ شیبک جانشینان او هم به ایران حمله ور شدند، ولی هیچ یک از آنها به اندازه شیبک شیبانی در ایران خونریزی ننمودند و زنها و مردهای جوان را به اسارت نبردند. وقتی شیبک موفق میشد که برای یکی از شهرهای ایران دسترسی پیدا کند، محال بود که یک دختر و پسر جوان در آن شهر باقی بگذارد و افسران و سربازانش همه را اسیر می‌کردند و می‌بردند و در چاه‌های آن شهرها سنگ‌های سنگین می‌انداختند که مبادا پسران و دختران جوان در چاه‌ها پنهان شده باشند. بعد از شیبک هرگز حملات ازبکان به ایران که تا 100 سال قبل ادامه داشت به آن پایه از شدت و بیرحمی نرسید و آنگونه مردم را قتل عام نکردند و گل سرسبد جوانان بلاد ایران را به اسارت نبردند. بعد از اینکه نامه امیر شیردم به شاه اسماعیل صفوی رسید، می توانست با قشون خود به طرف جنوب ایران برود، ولی پادشاه صفوی شیبک را می شناخت و می دانست که وی تا به کشورهای جنوبی ایران برسد، شیبک با اموال غارت شده و اسیران مراجعت خواهد کرد و او نخواهد توانست که وی را به چنگ بیاورد. این بود که به تمام حکام جنوب ایران دستور داد که تمام قوای خود را برای سرکوبی شیبک مجهز نمایند و از تمام عشایر که در حوزه حکمرانی آنها زندگی می کنند کمک بگیرند و نگذارند که شیبک حتی 1 ساعت آرام بگیرد و بکوشند که راه آذوقه و علیق بر روی او بسته شود. شاه اسماعیل می دانست که یک قشون سوار مانند قشون شیبک برای سیر کردن اسب‌ها احتیاج به علیق دارد، اما شیبک در راهپیمایی صحرایی و هنگام عبور از دشت‌های وسیع و خشک و فاقد مرتع و انبارهای علیق به اسب‌های قشون خود نواله می‌داد و دادن نواله را از مغول‌ها آموخته بود. حکران بیژن برای اینکه بتواند جلوی شیبک را بگیرد، از عده‌ای از مردان زابلستان کمک خواست. در زابل مردانی میزیستند که نیمی برزگر و نیمی صحرانشین بودند و در تمام عمر با کسانی که از مشرق برای دستبرد زدن به زابل می آمدند دست و پنجه نرم می کردند. در قدیم به طوری که در افسانه های ملی ایرانیان نوشته شده با مردم توران می جنگیدند و تورانیان در مشرق زابلستان مکان داشتند. همین که مردان گاوسوار زابلی شنیدند که ازبک ها قصد دارند بیژن را مورد حمله قرار دهند، سوار گاوهای خود شدند و راه بیژن را پیش گرفتند و خود را در دسترس حکران بیژن برای راندن ازبک ها قرار دادند. ولی شیبک به بیژن حمله ور نشد و از حاشیه شهر اما از فاصله دور گذشت. مورخین ننوشتند که شیبک برای چه به بیژن حمله ور نگردید. آیا شتاب داشت که زودتر خود را به کشورهای جنوبی ایران برساند و می دانست که حمله کردن به بیژند مسافرت او را به تأخیر خواهد انداخت؟ آیا از حضور مردان زابلی در بیژند مستحضر گردید و دریافت که پیکار کردن با آنها برای او گران تمام خواهد شد؟ امروز نمی توان جوابی به این دو پرسش داد و همینقدر می دانید که شهر بیژند از قتل عام و چپاول مسئول ماند و زابلستان هم طبق معمول مورد حمله شیبک قرار نگرفت. منظورمان این است که شیبک شیبانی هرگز به زابلستان حمله نمی کرد، در صورتی که می دانست زابلستان مملکتی است آباد دارای سکنه ثروتمند و اگر بتواند بر آن کشور غلبه نماید غنایم بسیار به دست خواهد آورد. اما از مردان بلند قامت و تنومند و شجاع زابلستان که بر گاوهای نر کوه پیکر سوار می شدند می ترسید و می دانست که آنها از انبوه سوارانش بیم ندارند و آنقدر می جنگند تا سوارانش را از بین ببرند. حکران بیژن که منتظر حمله شیبک بود اطلاع حاصل کرد که او از خاک بیژن عبور کرد و به شهر حمله ننمود. حاکم بیژن نتوانست سواران شیبک را تعقیب نماید، زیرا قشونی که بتواند با آن قشون سری و سیر و بزرگ شیبک را تعقیب کند نداشت. اما خبر عبور شیبک را به وسیله 2 نامه به اطلاع شاه اسماعیل و هم امیر شیردم رسانید که آنها بدانند شیبک شیبانی راه جنوب ایران را در پیش گرفته است
بابر بعد از اینکه نامه شاه اسماعیل را دریافت کرد، سربازانی را که باید به کمک پادشاه صفوی بفرستد اعزام داشت و خود در هرات ماند تا اینکه از فصل بهار آنجا بیشتر استفاده کند و هم جلوی بازگشت شیبک را از راه هرات و بلخ بگیرد. شیبک بعد از مراجعت از کشورهای جنوب ایران میباید از سه راه به وطن خود برگردد. یکی از راه بیرجند که راهی سهل بود و در همه جا آب وجود داشت، دوم از راه هرات و سوم از راه کابلستان و بلخ. شیبک برای اینکه بتواند از یکی از دو راه اخیر استفاده کند، مجبور بود که وارد کشور کنونی افغانستان گردد و در آنجا امیر شیردم در کابلستان و خود بابر در هرات جلوی آن مرد قهار خونریز را می‌گرفتند و نمی‌گذاشتند که عبور نماید. شاه اسماعیل صفوی مقابل راه بازگشت شیبک یک سد طولانی و محکم به وجود آورده بود و اطمینان داشت که سلطان ازبکستان نخواهد توانست از آن سد که یک سر آن کابلستان و سر دیگرش غرب خراسان است عبور نماید و در آنجا قشون وی نابود خواهد گردید. شیبک بعد از اینکه از بیرجند گذشت، خود را به منطقه کرمان رسانید و شهرهای رفسنجان و شهر بابک را به خون کشید و سپس وارد فارس گردید و با سرعت به سوی شیراز حرکت کرد و ازبک ها می دانستند که در همه جای ایران اکثر مردها و زنها زیبا هستند، اما فارس مملکتی است که در آن برای نمونه یک مرد و زن زشت دیده نمی شود. در بازارهای برده فروشی بردگان شیراز دارای اسم و رسم بودند و سوداگران برده فروش وقتی به افراد ناشی می رسیدند، بردگان شهرهای دیگر را به جای بردگان شیراز معرفی می کردند، ولی آنهایی که شیراز رفته یا تکلم شیرازیان را شنیده بودند فریب نمی خوردند و می دانستند که بردگان شیراز با لهجه مخصوص صحبت می کنند که غیر از لهجه سکنه نقاط دیگر ایران است. شیبک دستبردی به حوالی شیراز زد و توانست که عده‌ای از مردان و زنان جوان را برباید، اما نتوانست که زیاد در حوالی شیراز توقف نماید، زیرا به دستور شاه اسماعیل تمام قبایل فارس خود را برای پیکار با شیبک آماده کرده بودند و با سرعت راه شیراز را پیش گرفتند تا نگذارند آن مرد خونخوار به مقصد خود برسد و شیراز و سایر شهرهای فارس را به خون و آتش بکشد. شیبک وقتی متوجه شد که در شیراز در معرض خطر است و به سوی اصفهان هم نمیتواند برود، مراجعت کرد و از راه استهبانات و سیرجان عزم بازگشت نمود و به هر جا که رسید مردم را از دم تیغ گذرانید و مرد و زن جوان را اسیر کرد و سربازانش هر چرا که قابل حمل بود به یغما بردند. بعد از اینکه شیبک به ایالت کرمان برگشت، شهر باف را ویران کرد و سکنه جوان شهر را به اسارت برد و بعد به طرف شمال به راه افتاد که خود را به شهر کرمان برساند. سکنه کرمان که شهرشان دارای حصار بود، دروازه ها را بستند و تصمیم به مقاومت گرفتند و شیبک اگر فرصت می داشت که شهر را محاصره نماید، به احتمال قوی کرمان را متصرف می گردید، اما حس کرده بود که فرصت ندارد آن شهر را تحت محاصره قرار دهد و از کنار کرمان گذشت و راه خراسان را پیش گرفت. شیبک می‌خواست از همان راه که وارد ایران شده بود، یعنی از راه بیرجند و هرات مراجعه نماید، ولی وقتی نزدیک بیرجند رسید، مردان گاف سوار زابلستان با عده‌ای از مردان بیرجند و قائن راه را بر او بستند. شیبک نمی‌توانست که با یک حمله شدید از بیرجند عبور نماید، برای اینکه کاروانش بزرگ و سنگین و کندرو بود. هنگامی که شیبک از همان راه عبور کرد و به سوی جنوب ایران رفت، نه غنایم غارت شده داشت نه غلام و کنیز، ولی وقتی از جنوب ایران مراجعت می نمود، دارای غنایم بسیار و عده کثیر غلام و کنیز بود و سربازان شیبک نمی توانستند که آن غنایم جنگی را رها نمایند. این بود که وقتی سلطان ازبکستان در منطقه بیرجند خود را مواجه با مقاومت شدید دید، تصمیم گرفت که مراجعت نماید و از راه دیگر خود را به وطنش برساند. بعد از مراجعت از بیرجند، شیبک شیبانی میباید از راه قندهار عازم ازبکستان گردد، اما برای اینکه بتواند خود را به قندهار برساند، میباید از خاک زابلستان عبور کند و در زابلستان مردان تنومند و دلیر زابوری راه را بر آن مرد و سربازانش بسته بودند و شیبک اگر میخواست از آن راه برود، علاوه بر تحمل تلفات سنگین
میباید از غنایم خیش صرف نظر نماید. این بود که مصمم شد خود را به سمنان برساند و بعد از رسیدن به آنجا از راه استراباد وارد ترکستان شود و به ازبکستان برسد. تصمیم شیبک برای رفتن به سمنان از جنوب خراسان یکی از برجسته ترین مانورهای سوغلجیشی آن مرد ازبک است. تا انسان به وضع مشکل صحرای داخلی ایران آشنا نباشد نمیتواند بفهمد که شیبک شیبانی دست به چه مانور سوغلجیشی فوق‌العاده زد. اقدام سلطان ازبکستان برای رسیدن به سمنان از راه صحرای ایران خیلی با اهمیت تر از اقدام آنیبال سردار کارتاژی است که با فیلهای خود از کوه آلب واقع در شمال ایتالیا گذشت و سرزمین ایتالیا را که در قدیم روم خوانده می شد مورد تهاجم قرار داد. شیبک شیبانی می خواست از منطقه ای عبور نماید که نه آب داشت، نه آذوقه، نه علیق برای اسبهای سوارانش و حتی یک صحرای هموار نبود که راهپیمایی در آن آسان باشد. صحرای داخلی ایران در یک نقشه معمولی یعنی نقشه های جغرافیا مسطح جلوه می نماید و بیننده تصور می کند که راهپیمایی در آن سهل است، اما آن صحرا به صحراهایی چند تقسیم می شود و بین صحراها کوه وجود دارد و اگرچه کوههای مزبور دارای ارتفاع زیاد نیست و وسط آنها معبرهایی دیده می شود که می توان از آن عبور کرد، معاذا عبور از منطقه کوهستانی دشوارتر از عبور از جلگه های مسطح است. از این گذشته در بعضی از قسمت های صحرای داخلی ایران باتلاق هست که مسافران بومی و چارپاداران و پیک ها می شناسند، اما یک فرمانده قشون خارجی نمی شناسد و ممکن است که قشون وی در آن باتلاق ها فرو برود. با وجود تمام مشکلاتی که در صحرای داخلی ایران برای مسافرین هست، از ازمنه بسیار قدیم مسافرین از آن صحرا عبور می کردند و از شمال به جنوب ایران و برعکس می رفتند یا از شرق به غرب مسافرت می نمودند. امیر شیردم و نوکرش علی هنگام فرار از طبس از راه صحرای داخلی ایران عبور کردند و خود را به اصفهان رسانیدند. اما عبور یک پیک یا شاتر یا چند مسافر یا یک کاروان از صحرای داخلی ایران چیز دیگر بود و عبور یک ارتش، آن هم یک ارتش سوار از آن صحرا، چیز دیگر. شاه اسماعیل صفوی وقتی میخواست از قسمتی از آن صحرا عبور کند تا به طبس حمله بر شود، برای سیراب کردن چارپایان از راویه های بزرگ پر از آب استفاده مینمود. ولی شاه اسماعیل صفوی برای تهیه راویه های بزرگ فرصت داشت و میتوانست که سراجان بلاد جنوبی ایران را وادارد که برای او راویه های بزرگ از چرم بدوزند. لیکن شیبک شیبانی بعد از اینکه از منطقه بیژن برگشت تا اینکه از صحرای مرکزی ایران بگذرد و خود را به سمنان برساند، وسایل شاه اسماعیل صفوی را نداشت و نمیتوانست راویه های بسیار بزرگ فراهم کند. در آنجا بیش از چند قریه کوچک در شعاع 10-15 کیلومتر وجود نداشت و در آن قرا نه چرم زیاد به دست می آمد نه استادکاران سراج که بتوانند برای شیبنگ راویه های بزرگ بدوزند. معاذا سلطان ازبکستان تا آنجا که توانست مشک، آب و راویه فراهم کرد و در هر قریه هر کس که دارای مشکی بود از وی گرفتند تا اینکه هنگام عبور از صحرا مورد استفاده قرار گیرد. مبدا حرکت شیبک در جنوب خراسان قصبه ای بود به اسم نمکسر و روزی که از آن قصبه به راه افتاد 12 راهنما از سکنه محل که تمام راههای صحرای مرکزی را می شناختند با خود برد. راهنمایان به شیبک گفتند که از نمکسر تا سمنان در آن فصل که فصل پاییز بود در 7 نقطه آب وجود دارد و او می تواند در هر یک از مناطق هفتگانه آبگیری نماید. از نمکسر تا سمنان به خط مستقیم روی نقشه 520 کیلومتر فاصله وجود دارد، ولی نباید طول مسافت را از روی خط مستقیم نقشه سنجید، چون مسافری که می‌خواهد از نمکسر از راه صحرا به سمنان برود به دو رشته کم ارتفاع و دو باتلاق برمی‌خورد و مجبور است که کوه‌ها و باتلاق‌ها را دور بزند. گفتیم که ازبک‌ها هنگام راهپیمایی اسب یدک با خود می‌بردند که وقتی اسب سواری آنها خسته می‌شود سوار یدک‌ها شوند. از آن به بعد اسب سواری آنها یدک می‌شد و آن را با خود می‌بردند تا اینکه خستگی جانور رفع گردد.
چون به تجربه می دانستند که اسب وقتی بدون بار حرکت می کند احساس خستگی نمی نماید و هنگامی خسته می شود که بار حمل کند، خواهان بار یک مسافر باشد یا محموله دیگر. هنگامی که قشون شیبک می خواست از قصبه نمکسر حرکت کند، پادشاه ازبکستان امر کرد که اسیران را سوار اسبهای یدک کنند که بتوانند زودتر از صحرا بگذرند. تا آنجا اسیران کشورهای جنوب ایران پیاده آورده شده بودند و از قصبه نمکسر آنان را سوار کردند. هر دو اسیر را سوار یک اسب کردند و آن دو را به هم بستند تا اینکه نتوانند برای گریختن با هم توانی کنند. گویی که اگر توانی می‌کردند و می‌گریختند راه فرار نداشتند و به دست سربازان ازبک به قتل می‌رسیدند. با اینکه اسیران را دو به دو سوار اسب‌های یدک کردند، باز قسمتی از اسیران پیاده ماندند و شیبک دستور داد که سربازان آنها را به ترک اسب‌های خود بنشانند. سواران ازبک هم برای سوار کردن اسیران بر ترک اسب خود دارای اختیار بودند و می‌توانستند در راه آنها را پیاده نمایند و در صحرا پیاده مقابل اسب‌های خود بدوانند، که در این موقع انتهای طناب اسیر در دست سواری بود که وی اسیر او به شمار می‌آمد. در آن فصل پاییز اسب‌های قشون شیبک در هر شبانه روز احتیاج به 3 مرتبه نوشیدن آب داشتند و هر بار می‌باید به طور کامل آب بنوشند. در فصل تابستان احتیاج اسب‌ها به آب زیادتر می‌شد، مگر در نقاطی که مرتع وجود داشت و آنها در مرتع رها می‌نمودند که چرا کنند، و علف سبز و پر آب مرتع اسب‌ها را از نوشیدن آب فراوان بی نیاز می‌نمود. هنگامی که قشون شیبک می‌خواست از صحرای مرکزی ایران بگذرد و خود را به سمنان برساند، شیبک دستور داد که در هر شبانه روز 1 بار به اسب‌ها آب بدهند تا وقتی که مراکز آب برسند و در آنجا 4 پایان را سیراب نمایند. چون شیبک راهنمایان بصیر داشت، میتوانست که هنگام شب به راهپیمایی ادامه دهد، ولی اسب‌های تشنه و خسته قادر به راهپیمایی نبودند و پس از اینکه 1/3 شب میگذشت قشون به هر جا رسیده بود اتراق مینمود. بعد از اینکه اردوگاه به وجود میآمد، اسیران را در یک منطقه از آن اردوگاه جا میدادند و قدری نان خشک و کشک بین آنها تقسیم میکردند و غذایی که به اسیران داده میشد ارزان ترین غذایی بود که در قرا و قصابات اطراف صحرای مرکزی ایران به دست می آمد و ازبکان هم غذای مزبور را از همان قرا و قصابات به دست آورده بودند. اما هر دو تولید تشنگی می نمود و اسیران سیه روز بعد از خوردن نان خشک و کش تشنه می شدند و آب می خواستند، لیکن به آنها آب داده نمی شد، زیرا در آن بیابان وسیع آب یک عنصر گرانبها به شمار می آمد و ازبکان آن را برای خود و اسب‌ها ذخیره می کردند و به اسیران می گفتند تشنگی را تحمل کنید تا به مرکز آب برسیم و در آنجا هر قدر که میل دارید آب بنوشید. فقط دختران و پسران جوان و زیبا قدری آب برای نوشیدن دریافت می کردند و صاحبانشان از روی ترحم به آنها آب نمی دادند، بلکه می ترسیدند که از تشنگی بمیرند و آنها که می خواستند پسران و دختران زیبا را با قیمتهای گزاف در بازارهای برد فروشی به فروش برسانند ضرر می کردند. با اینکه اسیران شب تا صبح تشنه بودند، باز وضعشان بهتر از روز بود، چون آفتاب به آنها نمی تابید و با پای پیاده بدون کفش آنها را در بیابانهای گرم نمی دوانیدند. اما بعد از اینکه روز می دمید و آفتاب طلوع می کرد، هوای صحرا گرم می شد و اسیران پیاده که می باید جلوی اسب سواران حرکت کنند دوچار شکنجه می گردیدند و بعضی از آنها از راه می ماندند. آن وقت صاحب اسیر از پادر آمده با تازیانه به اسیر تیر روز حمله می نمود و آنقدر می زد تا اسیر مجبور می گردید برای اجتناب از ضربات تازیانه از جا برخیزد و به راه بیفتد. گاه ضربت های پیاپی تازیانه مؤثر واقع نمی شد و اسیر طوری خسته شده بود که شلاق می خورد، ولی قدرت برخاستن و به راه افتادن نداشت. و اون وقت مردی که صاحب او بود چنان به خشم در می آمد که شمشیر را از غلاف می کشید و با یک ضربت شمشیر به زندگی اسیر ناامید و ناتوان خاتمه می داد. و گرچه مرد ازبک اسیر را می کشت، اما او را از شکنجه طولانی و می توان گفت تمام نشدنی می رهانید و به او خدمت و مساعدت می نمود.
در طول راهی که شیبک از نمکسر تا سمنان طی کرد، لاشه غلامان و کنیزان که همه اهل شهرهای جنوب ایران بودند به جا ماند و آن لاشه ها پوسید، اما استخوان‌های اموات از بین نرفت. 40 سال بعد از آن تاریخ شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل از همان راه گذشت، ولی در آن موقع فصل بهار بود و تمام آب انبارها پر از آب و شاه طهماسب در آن راه استخوان‌های سفید رنگ غلامان و کنیزان را که به دست سربازان شیبک کشته شده یا آنها را بر اثر بیماری رها کرده بودند دید و گفت اگر شیبک جنایتی دیگر غیر از این تبهکاری نکرده بود، برای محکومیت وی کفایت می نمود. طوری اسب‌ها و اسیران از راهپیمایی خسته شده بودند که وقتی به اولین مرکز آب موسوم به شیرین آب یا شکر آب رسیدند، شیبک دستور داد 3 روز توقف نمایند تا اینکه اسب‌ها و اسیران از خستگی درآیند و می‌دانست که اگر بدون رفع خستگی اسب‌ها و اسیران به راهپیمایی ادامه دهد، چهارپایان و اسرا خواهند مرد. شیبک به افسران خود سپرد که به اسیران بگویید خوب رفع خستگی کنند و خوب آب بنوشند، زیرا طبق گفته راهپیمایان راهی سخت و بی آب در پیش است و قسمتی از راه به طوری که در بسیاری از مناطق صحرای مرکزی ایران دیده می شود ماسه بود. شیبک در فصلی از آن منطقه عبور می کرد که فصل پاییز و در نتیجه فصل باد بود و ما در همین سرگذشت گفتیم که عبور از یک منطقه که مستور از ماسه باشد هنگام وزیدن باد بسیار دشوار است و بعید نیست که مسافر یا مسافران را به هلاکت برساند. راهنمایانی که شیبک با خود می برد به او گفته بودند که چاره‌ای جز عبور از منطقه ریگزار شکراب نیست و اگر آن 18 فرسنگ را طی کنند باز به آب خواهند رسید. گویی طبیعت می دانست مسافری که از آن منطقه ریگزار مخوف عبور می نماید احتیاج به آب دارد و به همین جهت در مبدأ و منتهای ریگزار آب وجود دارد. راهنمایان گفتند که می توان از آن سرزمین مستور از ماسه پرهیز کرد و به جای اینکه به طرف شمال بروند به سوی مغرب روانه شوند، ولی آن وقت وارد آبادی های نزدیک خور و آنگاه جندق خواهند شد و در خور و جندق عده‌ای از مردان دلاور هستند که به طور حتم جلوی قشون او را خواهند گرفت و چون نسبت به اوضاع بیابان های اطراف خور و جندق بصیرت کامل دارند، سربازان او را به سوی دشت های خشک و بی آب و علف خواهند راند و همه به هلاکت خواهند رسید. ولی راهی که از منطقه ریگزار شیریناب می رود برای قشون شیبک امن است و در آنجا کسی نیست که جلوی ازبک ها را بگیرد و تنها خطری که در ریگزار وجود دارد طوفان شن است. شیبک عبور از ریگزار شیریناب را بر عبور از مناطقی دارای آب بود و در آنجا مواجه با ماسه نمی شد ترجیح داد، زیرا می دانست که جنگ با مردان خور و جندق برای او بسیار گران تمام خواهد شد و قشونش در دشت های لم یزرع و بی آب و علف از بین خواهد رفت. شیبک دستور داد از لحظه ای که وارد ریگزار می شوند اسیران را به یکدیگر ببندند و آنها را بیشتر تحت مراقبت قرار دهند تا اگر باد وزید و ماسه را در فضا متفرق کرد و هوا تاریک شد، اسیران که غنایم جنگی شیبک و سربازانش بودند نگریزند و از چنگ ازبکان به در نروند. شیبک و سربازان و اسیران نگونبخت وقتی وارد آن سرزمین مستور از ماسته شدند، بدان میمانست که وارد منطقه‌ای شدند که هرگز پای یک انسان و جانور دیگر به آنجا نرسیده است. کوچکترین اثر از عبور یک جاندار در آن سرزمین دیده نمی‌شد، زیرا آخرین مرتبه که باد وزید اثر انسان و حیوان را از بین برد و در مناطق مستور از ماسه پیوسته همینطور است و آثار رفت آمد انسان و حیوان با یک باد تند از بین می رود. راهنمایان جلو می رفتند و از روی آفتاب با کمک چوبی که در دست داشتند راه را می یافتند و شیبک و سربازان او و اسیران آنها را تعقیب می نمودند. با اینکه فصل پاییز شدت آفتاب تابستان را نداشت، تا وقتی روز بود حرارت ماسه شیبک و سربازان او را ناراحت می کرد و ناراحت تر از آنها اسیرانی بودند که می باید با پای برهنه از ریگزار عبور نمایند و ماسه گرم پاهای اسیران را می سوزانید. ولی بعد از اینکه آفتاب غروب کرد ماسه به سرعت سرد می شد و دیگر اسیران از حرارت ریگزار متعلم نمی شدند. در ریگزار راهنمایان تا مدتی بعد از غروب آفتاب رهبری قشون شیبک را بر عهده داشتند و بعد
دستور توقف دادند و اردوگاه به وجود آمد. هنوز نیمه شب نشده بود که هوای ریگزار به شدت سرد شد و اسیران بدبخت که انگام روز از گرما متعلم بودند دچار برودت سخت شدند و همه به لرزه افتادند بدون اینکه وسیله‌ای برای گرم کردن خود داشته باشند. اسیران فلک زده تا صبح لرزیدند و بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد باز از برودت ماسه می لرزیدند و وقتی قدم بر ماسه می نهادند مثل این بود که روی یخ قدم می گذارند. بعد از طلوع آفتاب قشون شیبک همچنان در امتداد شمال به راه افتاد و اسیران که در موقع شب از فرط برودت قدرت حرکت نداشتند بعد از اینکه آفتاب بالا آمد جان گرفتند و سریعتر راه پیمودند. نزدیک ظهر طوری تشنگی بر اسب‌ها که نواله خورده بودند غلبه کرد که مجبور شدند توقف نمایند و آنها را آب بدهند، اما به اسیران که از تشنگی در رنج بودند آب داده نشد و بعد از اینکه اسب‌ها لختی استراحت کردند به راه افتادند. ابر تا غروب آفتاب باقی بود بدون اینکه بادی بوزد، اما بعد از اینکه آفتاب غروب کرد و تاریکی فرود آمد راهنمایان گفتند که باید توقف کرد زیرا هوا مستور از ابر بود و آنها نمی توانستند ستاره جدی را ببینند. مورخین مغرب زمین نوشتند که ستاره جدی را بهرپیمایان فنیقی کشف کردند و متوجه شدند که آن ستاره پیوسته در یک نقطه از آسمان قرار دارد و در هیچ موقع تغییر مکان نمی دهد. بنابر نوشته مورخین اروپایی دریانوردان فنیقی مکان ستاره جدی را در آسمان جزو اسرار خود می دانستند و آن را به دیگران یاد نمی دادند تا اینکه در دریانوردی رقیب پیدا نکنند. باری روز دمید و باد شروع شد. چون هنوز موقع حرکت نرسیده بود اسیران را سوار اسب‌ها نکرده آنها را نبسته بودند و اسیران در وسط بی‌نظمی ناشی از طوفان شن از روی ترس پا به قصد فرار پراکنده شدند. ازبکان هم طوری در فکر اسب‌ها و خودشان بودند که نمی‌توانستند به اسیران توجه نمایند و اطرافشان نگهبان بگمارند. طوفان شن هوا را در روز روشن تاریک کرده بود. بعد از اینکه طوفان شن آغاز گردید، شیبک سلطان ازبکستان اندرز راهنمایان را به کار بست و یک پارچه طویل و عریض را روی خود انداخت تا اینکه شن وارد چشم و گوش و دهان و بینی او نشود و گاهی خود را تکان می‌داد تا اینکه شنها را از خود دور نماید و زیر شن مدفون نگردد. قرن‌ها قبل از اینکه عینک در مغرب زمین اختراع شود، ایرانیان در فصل زمستان هنگامی که از دشت‌های مستور از برف مسافرت می‌نمودند، عینک بر چشم می‌زدند تا اینکه سفیدی برف بر بینایی آنها لطمه نزند و عینک آنها که از حیث شکل خیلی با عینک‌های امروزی تفاوت نداشت، از یک نوع پارچه از موی بز که آن را مخصوص عینک می‌بافتند و دارای منفذ بود و وقتی آن را به چشم می‌زدند و از ماورای آن صحرای پر از برف را می‌نگریستند، چشمشان خیره نمی‌شد. ولی ذرات ماسته که با نیروی باد در فضا متفرق می‌گردید، آنقدر ریز بود که از منفذهای آن عینک موین عبور می‌کرد و وارد چشم می‌شد و در موقع طوفان شن نمی‌توانستند از آن عینک استفاده نمایند. طوفان شن هوا را تاریک‌تر و تاریک‌تر کرد. اسب‌های وحشت زده که از فرود آمدن آن شب غیرمنتظره سخت می‌ترسیدند، شیهه‌های ناشی از بیم می‌کشیدند و به هر طرف می‌دویدند. گاهی از طرف صاحب منصبان ازبک فرمانهایی صادر می شد و صدای آنها به مناسبت انعکاس ناشی از ذرات شن از چند طرف به گوش می رسید. در آن موقع شیبک پشیمان شد که چرا موافقت کرد از شنزار شیرین آب عبور نماید تا در آنجا قشون خود را گرفتار طوفان ریگ کند. شیبک می اندیشید که اگر او از راه مغرب می رفت و از نقاطی عبور می نمود که آب داشت، آن گونه گرفتار نمی شد و او مجبور می‌گردید که با مردان خور و جندق پیکار نماید. سلطان ازبکستان نسبت به راهنمایانی که با خود آورده بود احساس کینه کرد، در صورتی که آنها گناه نداشتند و به او گفتند اگر از شنزار بگذرد و بادی تند بوزد ممکن است گرفتار طوفان شن گردد. شیبک با علم به این که در شنزار خطر طوفان شن محتمل است از آن راه عبور کرد، اما چون هرگز گرفتار طوفان شن نشده بود از وخامت آن اطلاع نداشت.
وقتی خورشید غروب کرد و شب فرا رسید، وزش باد تخفیف یافت و آنگاه متوقف شد و کسانی که تا آن موقع برای محفوظ ماندن از شنها به رودر افتاده بودند، برخاستند و خود را تکان دادند. اما بعد از اینکه باد فرو نشست، باران شن از آسمان باریدن گرفت و ذرات شن که به نیروی باد در فضا متفرق شده بود، سقوط کرد. پس از اینکه وزش باد متوقف شد، شیبک مانند دیگران از جا برخاست تا اینکه از وضع قشون خود مطلع شود. سربازان در یک منطقه وسیع متفرق شده بودند و سلطان ازبکستان به چند افسر و سرباز که اطرافش بودند دستور داد که برای جلب توجه دیگران آتش بیافروزند تا اینکه همه شعله آتش را ببینند و مجتمع شوند. اما برای اینکه آتش بیافروزند احتیاج به سوخت داشتند و در شنزار چیزی که بتوان آن را بسوزانند به دست نمی آمد. قشون شیبک قبل از اینکه وارد شنزار شود، مقداری سوخت به شکل چوب درخت بادام وحشی با خود هم می کرد. ولی بر اثر طوفان شن کسی نمی دانست که هیزم در کجاست و شاید زیر تپه‌های شن مدفون شده باشد. کسانی که می باید آتش بیافروزند، با اینکه می دانستند قشون دارای هیزم بوده است، نتوانستند آن را به دست بیاورند و به سلطان ازبکستان گفتند که چوب برای افروختن آتش نیست. شیبک گفت فریاد بزنید و به وسیله بانک زدن سربازان را به سوی من بخوانید. افسران و سربازان در چهار طرف ایستادند و رو به چهار سو به زبان خودشان فریاد زدند که اینجا مرکز شیبک سلطان ازبکستان است و تمام افسران و سربازان باید اینجا بیایند. عاقبت آن شب که برای همه، حتی برای شیبک، یک شب دشوار بود، به پایان رسید و آفتاب از پشت ذرات شن که هنوز در فضا بود بر ریگزار تابید. افسران و سربازان ازبک که تا بامداد از سرما می‌لرزیدند، از طلوع خورشید خوشبخت گردیدند، چون امیدوار شدند که بعد از آن نخواهند لرزید و حرارت آفتاب آنها را گرم خواهد کرد. شیبک گفت ما دیشب سرما را تحمل کردیم و نتوانستیم آتش بیافروزیم، ولی اکنون همه چیز را می‌بینید و می‌توانید هیزم‌هایی را که با خود آورده بودیم پیدا کنید و آتش بیافروزید تا گرم شویم و هم دود آتش توجه مردان ما را جلب نماید و در اینجا به ما ملحق شوند. سربازان ازبک در روشنایی روز قدری از چوب‌ها را به دست آوردند و آتش افروختند. ستون دود که از ریگزار برمی‌خواست توجه بعضی از ازبکان را جلب کرد و آنها توانستند خود را به شیبک برسانند، اما عده دیگر که در ریگزار متورق شده بودند ستون دود را ندیدند. شیبک تا نزدیک ظهر در آن منطقه توقف کرد و در تمام ساعات قبل از ظهر عده ای از سربازان خود را به اطراف فرستاد تا هر کس را که پیدا می کنند بیاورند و هر اسب سرگردان را به اردوگاه برسانند. در آن وقت شیبک پسر بزرگش عبدالله بهادر را فرا خواند و به او گفت ادامه توقف ما در اینجا جز اینکه سبب هلاکت همه شود نتیجه ندارد. من اکنون اسب و آذوقه موجود را با تو نصف می کنم و نیمی از آن را برای تو می گذارم و نیمی را با خود می برم. من سربازانی را که اینجا هستند جز 200 نفر از آنها با خود می برم و آن 200 نفر را از این جهت برای تو می گذارم که بتوانی سربازان و اسبهای دیگر را پیدا کنی. من 6 نفر از راهنمایان را با خود میبرم و 6 نفر دیگر را به تو میسپارم تا اینکه راهنمای تو باشند و تو اگر به سمنان رسیدی و مرا ندیدی توقف نکن و از حاکم سمنان که با ما میباشد کمک بگیر. گذر زمان خیانتکاران را رسوا میکند. حاکم سمنان به ملت و کشور خود خیانت میکرد و این رسوایی برای همیشه با او باقی خواهد ماند و هیچ کس نام او را به نیکی نخواهد آورد. شیبک به پسر خود گفت وقتی از حاکم سمنان کمک گرفتی به سوی استراباد به راه بیفت و خود میدانی در حال حاضر والی استراباد از ماست، خواجه احمد قنقرات بر تمام مناطق استراباد و دامغان و سمنان مسلط است و حکام دامغان و سمنان از طرف او انتخاب شدند و بعد از اینکه من وارد سمنان شدم، قبل از رفتن به سوی استراباد با حاکم سمنان خواهم گفت که تو از قفای من میایی و تو پس از ورود خود را به حاکم سمنان معرفی کن، ولی بیش از یک روز در آنجا توقف منما و راه استراباد را پیش بگیر و بعد از اینکه وارد استراباد شدیم مثل این است که در خانه خودمان هستیم.
من نیمی از اسیران را با خود میبرم و نیم دیگر را برای تو میگذارم که آنها را به استراباد برسانی. و اگر وضعی برای تو پیش آمد که نتوانستی اسیران را تا سمنان ببری، آنها را به قتل برسان، چون اگر آنها را رها کنی ممکن است مورد تحقیق سربازان و فرستادگان شاه اسماعیل قرار بگیرند و او بفهمد که ما از کدام راه عبور کرده و به کجا رفته ایم. خواجه احمد قنقرات، خائنی که نامش در تاریخ ماندگار است. ملتی که تاریخ خود را نداند سزاوار بردگی است.